درود رفقا، آرش آرتوشان هستم با یک جلسه دیگه آموزش تئوری موسیقی و آهنگسازی. در خدمتتونم با تفاوت آکوردهای دومینانت 7 و میج 7 و همچنین معرفی آکوردهای میج 7. خیلی بچه ها گفتن که آرش ترسیم این آکوردها رو گیتار به ما یاد بده که ما بتونیم آکوردها هم استفاده کنیم. چشم، این جلسه میخوام این آکوردها رو معرفی کنم، بعدش هم آهنگم به تو معرفی میکنم، حتی یه آموزش هم بعد از این توی پلیلیست آموزش گیتار میذارم براتون که از مثلا میج 7 استفاده کرده باشه که شما دیگه قشنگ دستتون بیاد که چیکار میکنه با آهنگ. مثالش هم تو این جلسه میزنم. فقط قبل از اینکه شروع کنم، بچه‌هایی که تازه دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، بچه‌ها من در مورد آکوردهای ماژور 7 و کلا مینور 7 در مورد فلسفه آکوردهای 7 کاملا تو همین پلیلیست صحبت کردم و پوست کندم. یعنی اون ویدیو رو ببینید خیلی بهتره، من اینجا توضیح میدم، نگران نباشین، مجددا توضیح ریزی میدم، پرانتز باز میکنم میگم. اما اگه میخواین خیلی بهتر و خفن‌تر یاد بگیرید، اون ویدیو رو نگاه کنید، تو همین پلیلیسته، اسمش هم همین آکورد 7. و بچه‌هایی که کلا آکورد سازی و اینا رو بلد نیستین، من از صفر این پلیلیست رو یاد دادم، یعنی همین پلیلیست آهنگ سازی یا تئوری موسیقی من از صفر صفر و مطالب خیلی جذاب‌تری هم توش گفتم که چجوری میتونی آهنگ بسازی از 4 تا 3 تا آکورد گرفته تا بی‌نهایت آکوردی که بلدی. خب شروع می‌کنم بچه‌ها با یه یاداوری کوچیک از آکوردها. آکوردهای ما بچه‌ها وقتی می‌خواستیم یه کورد بسازیم، مثلا نوت دو رو داریم، میگه آرش من نوت دو رو نمی‌خوام، من آکورد دو رو می‌خوام. ما کورد دو رو چجوری می‌ساختیم بچه‌ها؟ می‌اومدیم می‌گفتیم که از نوت مثلا دو شروع می‌کردیم، می‌گفتیم درجه 1 3 5 اگه همزمان بگیریم و صداشو در بیاریم میشه آکوردمون، مثلا دو ره می، پس میشه دو ره نه می، نوت سوممون چه درجه سوممون، پس دو می تا الان و فا سول و سول، دو می سول با هم دیگه صدای آکورد دو رو میده. حالا ماژور و مینورش بستگی به اون درجه سومش بود که گفتیم اگه درجه سومش بزرگ باشه مثلا میشه ماژور، درجه سومش کوچیک باشه میشه مینور، و همینطور درجه پنجم اتفاقی که واسش میفته با شرایطی که برای این نوتا داره میفته. خب اینا رو بچه‌ها من ریز میگم برای اینکه قبلا گفتم، برای اینکه فقط این درجه 1 3 5 میشه آکورد، تمام شد. حالا درجه هفتم اسمش روشه، آکورد 7، چه دومینانت 7 چه میج 7، ما درجه هفتم هم نیاز داریم، پس میگیم نوت هفتم هم اسمشو میگیم. خب مثلا اگه نوت هفتممون توی نوت مثلا توی آکورد دو نوت مثلا سول بود، حالا درجه هفتم سول بچه ها چی میشه؟ میشه سی. حالا تفاوت آکورد دومینانت 7 با میج 7 اینه که این سیه تو چه حالتی قراره به کار بره، قراره سیه به کار باشه، قراره سیه بمول باشه. اینجاست که تفاوت آکورد دومینانت و میج 7 مشخص میشه، توی فاصله این نوت هفتم از نوت پنجم، یعنی بین درجه پنجم و هفتم ما یه فاصله داریم که این فاصله برای ما مشخص میکنه که ماژورمون دومینانته، 7مون دومینانته یا میج. بریم بیشتر براتون توضیح بدم با مثال. از ساده ترین آکورد براتون شروع میکنم، آکورد دو ماژور. بچه میخوام در مورد ماژور رو صحبت کنم، آخرش یه پرانتز کوچیک میذارم، مینورا رو هم میگم که چقدر راحته توی این قضیه، شبیه هم دیگه زیاد تفاوتی با هم دیگه ندارن تو 7، بحث 7 یادتونه در مورد مینور 7 ماژور 7 هم که گفتم تو درجه هفتم ما فرقی نداشتن، درجه هفتمشون یکی بود، فقط ماژور و مینور بچه‌ها میدونین تفاوتشون تو اون درجه سوم است، اینو دیگه میدونین تفاوت آکوردهای ماژور و مینور، اینا رو همه رو گفتم حتما تو این پلی لیست ببینید. خلاص تو درجه هفتم ما هم تفاوتی ندارن و جالب بدونین که مینورها هم میج 7 دارن، خیلی جالبه. خب بریم سراغ آکورد اول دومینانت 7 رو بگم. دومینانت 7 همون 7 بچه ها، من آکورد 7 رو بهتون یاد دادم دیگه، ماژور 7 رو همه رو بهتون یاد دادم و حتی مثالم براتون زدم، مثلا ر ماژور 7، منم لا ماژور 7، این همون دومینانته، اسم اصلیش دومینانته بچه هاش، میگن دومینانت. و حالا بریم سراغ این که آهامش ماژور، مثلا اصطلاحا قدیمی ها میگم بهتون، چرا قدیم میگم قدیمی ها، قدیمی های موزیک خودم بهش ماژور کوچیک هم میگن، حالا ما یه ماژور بزرگی هم داریم که میشه میج. تفاوتش چیه بچه ها؟ گفتم بهتون وقتی که میخواییم ماژور 7 یا دومینانت 7 رو بسازیم، از درجه پنجم آکوردمون یک و نیم پرده میایم جلو. اوکی، مثلا اگه مثلا آکوردمون دو ماژور بود، خب میایم چیکار میکردیم؟ میایم سی بمول رو درجه هفتم در نظر میگرفتیم. چرا؟ میگفتیم دو، میگفتیم ره می فا سول، سول درجه پنجممونه، از سول میمدیم یک و نیم پرده جلو، سول تالا یک پرده،
لا تا سی بمول هم نیم پرده. پس سی بمول رو میگرفتیم، اوکی، مثلا اگه دو ماژور داشتیم اینجا این ستاره رو باید میگرفتیم، اینو میذاشتیم بالا، اینو ول میکردیم که این نوت دومون اینجا بشه سی بمول، بیا بیفته اینجا سی بمول بشه، اوکی. اما همونطوری که از اسمش معلومه رو آکورد میج 7 که میگم ماژور بزرگ بهش میگیم 7 بزرگ، اینجوری اصطلاحا هم بهش میگیم قدیمی ها، ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم که نه، دو پرده برو جلو. یعنی مثلا اگه اینجا یک پرده اومدی اینجا سی بمول رو گرفتی، یه دونه دیگه بیارش جلو بگیرش، نوت سی رو بگیر و صدا رو در بیارم. شه خیلی کورد خوش صدایی هم هست. یه کوچولو پرانتز باز کنم بگم چرا میگم قدیمی ها. خدا بیامرزه ناصر ششمازر، زنده یاد ناصر ششمازر. من رفتم شش واسه تنظیم آهنگ من 20 سالم بوده خودم، اگه یادتون باشه عکس گذاشتم توی پیجم توی کانال تلگرام، هم چقدر خوشحالی کردم و شما محبتتون با من خوشحال بودین. اما همون اوائل پروژه متاسفانه ایشون فوت شدن و این افتخار نصیب من نشد. من خونه ایشون که بودم یه جایی فکر کنم تو ترجیبند آهنگ من 20 سالم بود که البته ریلیزم نشد، من افسردگی گرفتم بعد از اون جریان. فکر کنم 6 سال 5 سال از اون آهنگ من 20 سالم بود میذارم، من هنوز ریلیز نکردم اون آهنگو، انقدر که ناراحت شدم خورد تو برجکم. علی چشم ریلیز میکنم براتون. یه جایی توی ترجیبند من ایشون گفتش که اینجا اگه ماژور بزرگ بگیری قشنگ میشه، 7 بزرگ بگیری. و من اونجوری موندم 7 بعد سریع تو مغزم ترجیح تحلیل کردم که منظور احتمالاً می 7. خلاصه از اینجا بهتون گفتم که 7 بزرگ اینجوری تو ذهنم بود که ایشون اینجوری گفتن. خب بچه ها به این صورت، حالا مثلا بیایم یه چیز ساده تر یا کل ساده تر سر دسته، مثلا لا ماژور رو که میخوایم بسازیم میگفتیم چی؟ یه دونه سول میخوایم، لا سی دو ره می. از می میخواستیم بریم جلو، می فا سول، یعنی یک و نیم پرده بعد از می میشد سول، بنابراین اینو میذاشتیم بالا، همون کاری که الان رو باره کردم، و سول رو آزاد میکردیم، لا رو آزاد میکردیم شد سول، میشد لا ماژور 7. حالا میخوای میج 7، این دومینانت 7ه، حالا میخوای میج 7 بسازی، پرده این سول رو بیار جلو که فاصلت با درجه پنجمت بشه 4 فرد یا 2 پرده، یعنی این شکلی میج 7. حالا دو ماژور رو چرا روی باره گفتم بهتون اونجوری یاد دادم؟ برای اینکه با لا ماژور همزاد پنداری کنه، یه فرم رو برم جلو. اما میخوام یه فرم دیگه هم بتونم بدم رو خود دو ماژور. ما یه دو اینجا داریم، یه دو هم اینجا، میخوام یه میج دیگه، یه شکل دیگه میج رو بتونم نشون بدم. میج 7 شو خیلی ساده است، فقط کافی انگشت یک رو برداری، یه سی این این صداش هم شبیه همه، هم میتونی اینو استفاده کنی هم میتونی اینو استفاده کنی. ر ماژور 7 مگه این شکلی بود بچه‌ها؟ یه دونه ر اینجا داشتیم که اینو برداشتیم کردیمش دو، شد ر ماژور 7 دومینانت، ر دومینانت 7. حالا کافیه که اینو دوره یه دونه بیاری جلو، این بیریخته نه، خیلی ساده تر از این میشه این آکورد رو گرفت. یه نیم باره مثالی که میخواستم بزنم با این آکورد ناکن میگه آهنگ نگاه تو شد زمزمه رو لپام، ای عشق بخون تو ساحل آمی. صلح ابدی فرمان فتلیان، این آهنگو حتما براتون اجرای کامل میکنم با ریتم آکوردش میذارم براتون توی آموزش گیتار که این آهنگو بزنید بخونید، خیلی قشنگه، چه گیتاری هم داره این آهنگ. خب اینم یه مثال برای اینکه بدونیم میج 7 چه شکلیه. حالا گفتم قول دادم گفتم آخر ویدیو توی پرانتز بهتون مینور رو هم میگم. بچه مینور 7 مگه نداشتیم؟ مثلا لا مینور 7 سول بود دیگه، مثلا لا ماژور 7 این سول بود نوت هفتممون. حالا میخوایم میجشو بسازیم، یعنی بزرگشو بسازیم، تمام این سوله باید دیگه باشه، من این فرمی میگیرمش. صدای دارکی هم داره، صدای باحالی داره. اینجا یه علامت سوال واسه تون میذارم توی کامنت ها، منتظر جوابم هستم ببینم کیا دارن قشنگ تمام آموزش های من رو دنبال میکنن. من توی دسته آکورد های کروماتیک این آکورد رو با یه اسم دیگه معرفی کرده بودم، یه بارم نه، یه بار تو کانال تلگرام، یه بار تو کانال یوتیوب، همین چند وقت پیش توی جلسات آخر
گیتار که براتون گذاشتم آهنگ از زنده یاد ناصر عبداللهی بود. میخوام ببینم که کیا یادشونه که من این آکورد رو چی معرفی کردم، توی کامنت ها برای من بنویسید. موفق باشید.